سلامونه ستړي مرشي د ملګر ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کېدو پر سر ناندری اسلامي امارت په غبرګون کې وایي چې افغانستان له جنگي حالت وتلی دی، امنیت او ثبات شتون لري او د نوي استازي ټاکل کېدل غیر ضروري دي. خو امریکا او نړیواله ټولنه وایي چې دغه استازي به د ډیپلوماتیکو هڅو پر مټ د اوسني افغان حکومت او نړۍ ترمنځ د تعامل او اړیکو د عادي کېدو لپاره به کار وکړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې که اسلامي امارت دغه استازی نه مني، نو آیا د نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته به د دغه استازي چارې ارزښتمنې وي او کنه؟ په نننۍ څار کې د خپرونې له میلمنو په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي امانالله هوتکی چې څو شېبو کې به راورسېږي، له المانه د چارو له شنونکي ښاغلي رحمتالله حسن او د ملي کانګرس له رئیس ښاغلي عیسا اسحاقزي سره پرې بحث کوو. درنو میلمنو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. اسحاقزي صاحب، له تاسو به یې پیل کړو. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان لپاره موږ یو ځانګړی استازی ټاکو چې دا به د ډیپلوماتیکو هڅو پر مټ د افغانستان او د نړۍ ترمنځ اړیکې عادي کوي یا به پراختیا ورکوي تعامل ته. امریکا یې ملاتړ کړی دی، ډیری هیوادونو خصوصا د غرب څانګې هیوادونو له دې ټاکل کېدو څخه ملاتړ کړی دی، خو اسلامي امارت وایي چې نه، دغه استازي ټاکل کېدل غیر ضروري دی، افغانستان له جنګي حالت څخه وتلی دی. ستاسو نظر څه دی؟ خب سلام به شما و بینندگان تلویزیون جهانی آریانا نیوز و میهمانان عزیزتان که اینجا حضور دارن. ما به یه عقیده استم که حکومت سرپرست طالبان با درک و تجربه از 40 سال گذشته بسیار ضرورت است که حاکمیت قانون ایجاد کنند و بعد از او قانون باید رابطه عادلانه حکومت سرپرست طالبان را با مردم و بعدنم با جهان تامین کنند. یعنی ما به یک عقیده استم که مذاکره یگانه راه معقول است. اگر ما میخواهیم با سیاست عدم خشونت پیش بریم، باید مذاکره را ادامه بدیم و مذاکره بر بنیاد منافع ملی کشور ما باشه. متاسفانه در طی 40 سال منافع ملی افغانستان رفتن به سوی یک دولت ملی و بحران کشانیده شد. بنابراین آل خوب فعلا حکومت سرپرست طالبان با بحران ها و یا چالش های زیاد دچار است، هم اقتصادی هم که بانک مرکزی افغانستان هم منجمد است، هم سیاسی و هم بین‌المللی. یعنی ضرورت است که را یک رابطه درست و معقول و عادلانه را بر بنیاد منافع ملی افغانستان با جهان تامین کنند، یعنی مذاکره کنند. یعنی ساغزه صاحب، یو ډول تاسو د دغه ټاکل شوي استازي یا پراتونکو ورځو کې به مشخص سي چې وظیفې به یې ورته مشخص سي چې څه کار باید وکړي د افغانستان په مسایلو کې، له دې مسئلې څخه تاسو ملاتړ کوئ؟ خوب، ما به یې عقیده استم که برنامه خود تنظیم کنند در سطح ملی و در سطح بین المللی، یعنی برخوردشان با مردم هم عادلانه باشه و مفهوم از اینکه ما یک قانون بسازیم که حیات و آزادی و برابری شهروندان تامین شود، که هیچ بهانه برای کشورهای منطقه و جهان باقی نمانه که نقد کنند افغانستان. و برنامه بین المللی ما همچنان همین قسم، ما متحد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم، بر کنوانسیون های بین المللی هستیم. بنابراین هر شخصیتی را که جهان میخواه که داخل مذاکره با حکومت سرپرست طالبان شوه، اینا با منطق ملی و با منطق به حساب عادلانه صحبت کنن، برشان مذاکره کنن. و ما به یقیده استم که در قدم نخست اینا برنامه های اکادمیک در داخل دولت خود پیش ببرن. یعنی قرار باشه که ما شخصت هایی داشته باشیم که زبان جهان خود میشناسه، چی منطقه را و چی نهادهای بین المللی که در غرب وجود داره. بنابراین ما میتونیم که هر نهاد زنا با مذاکره بریم، البته مذاکره ما بر بنیاد منافع ملی کشور ما باشه. بنابراین اگر قرار باشه که ما مذاکره را قطع کنیم، این راه حل نیست، برای اینکه ما با خشونت نمیخوایم برخورد خود پیش ببریم و نمیخوایم هیچ کشوری هم برنامه های خشونت آمیز با افغانستان پیش ببره و هیچ اپوزیسیونی در افغانستان هم رای جنگ و خشونت و وحشت رای حل مسئله نیست در سطح ملی و بین المللی. بنابراین ما به یقیده استم که خوب شرایط جنگی در افغانستان وجود نداره، هنوز بسیار به ندرت برنامه های خشونت در کنج کنار افغانستان به ندرت وجود داره، ولی در سر تا سر افغانستان تقریبا 90% امنیت تامین است. یعنی وقتی که نماینده تعیین میشه،
این نماینده در شرایط تعیین میشه که جنگ بسیار شدید در یک کشور ادامه داره و اینا میانجیگری میکنند. و کذا ما از گذشته هم درس داریم که از غریب رایمی و یا بینیسیوان داخل برنامه افغانستان شدن پیش از سال 1992، ولی اینا نتونستن با شخصت هایی که بین مردم اعتبار داره و شخصت هایی که راستی منافع ملی افغانستان تامین میکنه و اعلامه جهانی حقوق بشر ساد اینا را داخل صحنه بیارن. سقزی صاحب، اگه محل خود افغانستان وضعیت یو جنگی وضعیت و دلتا دنان پا افغانستان که دلی سر ویشل سپی و جگله ولا وضعیت وخیم و چه لغزر ابراهیمی یا بین انسوان ده ملگرو ملتون لخواه و تاکل سول اوز خو پا افغانستان که هغه شرایط نسته، جنگی شرایط نسته، اسلامی امراتم وایی چه دلتا امنیت دهی صبات دهی، نو چه ضرور چه باید ملگرو ملتون ده افغانستان پچار که بل نوی زنگل احسازه و تاکی؟ یعنی دم گذشتان که شرایط جنگی بود، بسیار حالت در حالت بحرانی قرار داشت، خشونت بود، ولی باز هم نمایندای ملل متحد بر افغانستان نتانست رای صلح و رای امنیت و پیشرفت باز کنه، برای اینکه بیشتر تکیگاه ساختارهای بین‌المللی متوجه کسانی بود که منافع خودشان را تامین کنند، چی منافع منطقه را و چی منافع مغرضانه را که خارجی ها مطرح میکردند. بنان اینا دنبال شخصت های ملی و آزادی خواه که منافع ملی افغانستان تامین شوند نرفتند. متاسفانه افغانستان به بحران وحشتناک دچار شد که بحران هم جنگی بود، هم بحران اقتصادی بود و هم بحران سیاسی بود. متاسفانه بنان لازم است که افغانستان هر چی زودتر خودش به مشروعیت بره. یعنی 40 سال افغانستان نتونست مشروعیت ملی را بگیره، یا ساختارهای ایدئولوژیک و یا ساختارهای فاسد مافیایی افغانستان را بیشتر به بحران برد و رای یک دولت ملی را در افغانستان محدود ساخت. بنان اگه یا برن یک دولت ملی ایجاد کنن کجا هم آزادی باشه، هم عدالت و هم حقوق بشر رعایت شوه، اینا میتونن در عرصه منطقه‌ای و جهانی افتخار باشه. مننه کوم تاسو بیرته راګرځم. مسخزه صاحب، حسن صاحب سلام، شما را خوش آمدید میگم. اگر نظر شما را بپرسم راجع به تعیین شدن نمایندگی ویژه سازمان ملل که به اساس قطعنامه شورای سازمان ملل تعیین شده اما امارات اسلامی مخالفت میکنه، امارات اسلامی را چقدر در این مسئله برحق میدانین؟ چون بحث انتخاب شدن نماینده ویژه شرایط خود داره که امارات اسلامی گفته او شرایط فعلا در افغانستان وجود نداره. سلام به شما و هموطنان عزیزم. ببینید یک سال مکمل فریدون سینیروغلو دیپلمات وزیده ترک و خانم روزاوا نماینده یونما در افغانستان، قبلا وزیر خارجه قرغزستان و موقتا رئیس جمهور قرغزستان بود، یا سر موضوع افغانستان خیلی جدی کار کردند تا بتونن یک راه حل مناسب که بر مردم افغانستان و جامعه افغانستان مناسب باشه و بر همسایه هم قبول و قبول باشه، پیشنهادات را به شورای امنیت ملل متحد ارائه کردند. بالاخره فیصله شورای امنیت ملل متحد این شد که یک نماینده خاص برای افغانستان انتخاب شود تا مشکلات هایی که جامعه جهانی و منطقه بر افغانستان داره به امارات اسلامی داره راه حل رو پیدا بکنه. گرچه ما خاطره های بسیار بد از نماینده های خاص داریم. بیلانسوان نماینده خاص بود از ملل متحد در موضوع افغانستان. بیلانسوان چنان موضوع افغانستان خراب کرد که دکتر نجیب به اعدام برابر کرد و یک نیروی بسیار منظم، قوای بسیار منظم بیرانسوان دکتر نجیب فریب داد و بیچاره را به دام انداخت تا به قتل برسد. و لختر ابراهیمی نماینده دیگه ای که در جلسه بود آمدن موضوع افغانستان توسط غنی و خلیزاد، دو عنصری که برای افغانستان خیلی جفا کرده، با لختر ابراهیمی یک جای میشود دو دوره مسائل افغانستان حل شود، افغانستان از یک دوره گذار منظم عبور بکنه، افغانستان مرفه و خوب بر جامعه جهانی بر مردم افغانستان قبول قبول باشه. ببینید یک تسلسل ما براتون بیان کردم که ما نتایج خوب از این اشخاص نگرفتیم. علل و انگیزه ای که ما نتایج خوب نمیگیریم به چی نیفته است؟ چرا؟ ببینید آنهایی که برای ملل متحد نماینده خاص ملل متحد مقرر میشه از فلتر خاص
استخبارات های جهانی باید عبور بکنند، به نفع از آن کار بکنند، اهداف از آن را پیاده بکنند. به اون خاطر است امارات اسلامی این مسئله را دقیقا درک کرده. اگر نماینده خاصی اگر انتخاب میشد از فلتر آمریکا و جامعه که با آمریکا همکاری دارن عبور میکنه و منافع از آن را تامین میکنه، نظامی که در افغانستان یک نظام نیمبند صلح با وجود آمده به خاطر از بین بردن از این صلح اهداف های خود را تعقیب میکنه. یک هدف همیست که امارات اسلامی مخالفت میکنه و کسی که در اینجا تعیین میشه او آدم بخش عمده استخبارات جهانی و منطقه در افغانستان به خاطر تطبیقش و پلانایش و گزارشات از او برای نفع امارات اسلامی نیست و نفع مردم افغانستان هم نخواهد بود. بنابراین مقاومت امارات اسلامی حق و جانب در ارتباط است. اگر آدمی را که آمریکایی ها شورای امنیت تعیین بکنند، امارات اسلامی به صفت یک دولتی که در افغانستان به جامعه خود حاکمیت داره میتونه رد کنه، هیچ کس نمیتونه به زور سر از آن بقبلونه تا یک آدمی را که مناسب امارات اسلامی را او را ببینه که بی‌طرف است، جاسوس نیست و او را قبول کنند. فریدون سینر اوغلو در مورد افغانستان گزارشاتش هم دقیقا مطالعه کردیم و او آدم هم دقیق تاریخچه از او را میفهمه و او رد کرد، قبول نکرد به نماینده خاص شود. گرچه غربی ها یا گفتند که اگر سینر اوغلو شود شاید امارات اسلامی او را قبول کنند، او را رد کرد، او آدم قبول نکرد. او آدم میفهمه که طالب ها خواسته هایی را که جامعه جهانی از طالب ها دارد و جامعه بین المللی داره، همسایه داره، طالب ها او را قبول نمیکنه، برای طالب ها قبول نیست. بنان او آدم دید که در این باطلاق گیر میمونه، شرایط ناگوار با وجود برش میاد، اما اعتبار و حیثیتی که در جامعه جهانی داره از بین میره و او را رد کرد، از نمایندگی انصراف داد. خلا تشکر میکنم، با شما برمیگردیم. لنده دمال رو د خبرونه دوام ته راغلاست او ته کیسه ته څنګه راغلاست وایم. آیا د ملګرو ملتونو له لوري د ځانګړو اساسو ټاکل کېدل د افغانستان معضله حل کولی شي او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی فیلی تاسو ته ساجی سب تاسو سره بل ملمت ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. بلې و ملګرو ملتونو کو غوړي په حقیقت کې غوړي او د دوی هغه خلک چې دوی په استازیتوب د ملګرو ملتونو کې ناشته اغه خپل حکومتونه مو غوړی پدې کې کېدل شي چالیک دا دریم ګړي په توګه داخل شي نه د طرف په توګه ملګری ملتونه کنا ماینده وټه کې اغه دریم ګړي وی سالیس بل خیر وی هم د دې طرف خبري واوري هم د غبل طرف خبري واوري د دواړو لا واوري هم د افغانستان په ساته باندې واوري د افغانانو تر مابین او هم د نړیوالو افغانانو تر مابین واوري او هم د سیمې وو د افغانان تر ما بینس خبری وشي دا کېدلی شي چې رښتینی وي، خو اوس مشکل په دې ځای کې دی. ملګرو ملتونو چې هر وخت کې نماینده ټاکلی دی، نماینده دلته چې وګوري د شکل د اشکالو د نورو هیوادونو په لاس کې وي، مثلا د بل چا په لاس کې اخیستی وي. پخوا تاریخ ته که وګوري اپله دغه په لاس کې به اخیستی وي، هغه وخت چې ملګرو ملتونه نه و انګریزان چې وتله دغه سیانی لکه راوی چې امریکا وځي سر به خود د چا په کور نه نوتله و د چا په شهر کې بمبار کوه، خو څوک یې وژلی سو هر شی یې کولی سوله ویلی چې د ځان حق یې بلوی. هغه څه چې بیا د ده ناخوښه وای او هغه غوښتې وای چې څون یې وټکوي هغه بیا د ځان حق بللی وای. امریکا اوس دا چمنه کوي، مخکې انګریزانو کول، بیا روسانو کول، اوس یې امریکا دا چمنه کوي. په دا اوس یوویشتمه پیړۍ کې تقریبا د یوه نیمه پیړۍ کېږي یا د یوه د ملګري ملتونو چې راغلي تقریبا دغه وخت څخه اویا اتیا کاله کېږي چې امریکا دغه مشرتوب د دنیا په شکل اخیستی دی سره په شکل د اشکاله جنجالونه ورته جوړ کړي. ملګري ملتونه یې هم ګریوګانې ولیدي، سیمې هیوادونه یې هم ګریوګانې ولیدي، غریب یې هم تر ګوتو ټینګ نیولی دي، ګریوګانې یې نیولی دي، بل یې هم نیولی دي. اوس خو دغسې یعنې کیسه شروع شروع ده. نو زه په دې وایم چې ملګري ملتونه موږ د دوی کړنې ولیدلې خپلواکه نه وي، موږ د دوی حرکتونه ولیدل، بشردوستانه مرستې کوي، کور ودان،
در روغتیا په برخه کې مرسته کوي کور ودان یعنی تاسو وایي سیاسي موضوعګانې پکښې کې دي په دې اړه افغان پوهېږي هر سړی پوهېږي یعنی ورته کې صاحب تاسو وایي دغه نوی استازی چې ټاکل کېږي او د افغانستان لپاره مناسب نه دی ځکه طرف دی زه داسې وایم زه په بل نظر ورته ګورم اوغلو بس هم سړی وي د ترکیه دی مسلمان دی ښه سړی به وي جوړ سړی به وي هغه واسه کې به موضوع ته لویږي مګر زه فکر کوم چې د اوغلو تر توان دا خبره لوړه وي هلته نور خلک دي چې دا خبرې بیا کوي شاکې نور خلک دي اوغلو بیا ور وي اوغلو بیا ورته کښېږ دي اوغلو به ټولې خبرې خلاص کړي سمه طرحه به وي د کاغذه پر مخ باندې مرګن د امریکا د لاسه یې څوک عملي کوی سي د برطانیې د لاسه یې څوک عملي کوی سي او د فرانسې د لاره یې څوک کوی سي د روسیې د لاسه یې څوک کوی سي د چین د لاسه یې څوک کوی سي دا خو غټ قدرتونه دي اصلي جنجال خو دغه پنځو نفرو جوړ کړی دی په دنیا کې دا نور کوچني هیوادونه موارو موږ په موږ کې وخیږي دی خو اصلي جنجال اصلي سیالي اصلي بدي د دغه پنځو غټو قدرتونو تر مابین موجوده ده چې هغه د امنیت شورا هم ځان بولي غټ صلاحیت هم د دوی سره دی واک هم د دوی سره دی حساب هم د دوی سره دی پیسې هم د دوی سره دی په دغه په معامله سره اخته دي وروسته نو د دغه غټ اختلافاتو د غټو هیوادو اختلافات زیږولي دي چا خپل په ګټه تمام کړي دي چا خپل په تاوان تمام کړي دي څوک چې هوښیار دي څوک چې حکومتونه خپل د ملتونو خپل د خلکو سره ژبه پیدا کړې ده هغو د دغه شمارانو څه ځان خطا کړي دي په شکل اشکال ځان یې په جنجال نه دي راوستلی بعضې حکومتونه بیا راولاړ شوي دي په شکل اشکال د غټ په مخې ځان راوستلی دي پر وستلی دي هغه وطن هم سره یوې خواته بلې خواته سوی دي حکومتونه هم سره خراب کړي دي بلې هم سره کړي دي ټکر راغلی دي هغه قدرت ته بې قدرته دا هیڅ امکان نه لري چې سره ټکر دی کې اتمن خوش فکر راځي اتمن مشکلات فکر راځي اتمن قرباني فکر راځي اتمن څونی وخت ضایع کیږي ډېر شان کې کتاب فکر راځي یعنی دا ټول شان خرابېږي هم سیستم خرابېږي هم جوړښتونه قومي خرابېږي هم وطني خرابېږي هم عزت دا ټول شان د مابین زبښ کیږي نو په اصل کې جنجال ککه بیا ولر چې اوغو هیوادونو ته دا غوډي کوو غلو ځان وباسي د هغې موضوع څخه پایک کټکم ځان دای د شی وبا سی چې د ملګری ملتونو نماینده توب کی ملګری ملتونو ځان خلاص کی خپل واکسي بیانو کېدل شي چې د وغلون د هر چاله بیا کېدل شي چې نتیجه ورکړي ته کې سب تاسو ویل چې ملګری ملتونو خپل واک نه دی آی د دې امکان ویني چې ملګری ملتونو ځان خپل واک کې وکول شي د افغانستان یو د نورو په چارو کې فکر پدینکو موږ ګړی توب کی موږ فکر پدینکو موږ په دا وطن کې په دا قومي شوراګانو جوړو ناستو بیارانو ماتو ګوډه کې بېخي ډېر کښېناستو دا موږ ته داسې په میراث کې پاته دی خاندانې تر دغه پورې چې یو قیاس یې وکړي سړی او بیا ملګرو ملتونو ته بیا بلته ولاړ شي باره نو سړی په دې نتیجه رسېږي چې یو شورا ما جوړه کړې ده قدرت زه یم واک زما سره دی سوټۍ زما سره دی پیسې زما سره دي امکانات زما سره دي ما یو شورا جوړه کړې هغه شورا چې زما زین وانخلي او زما پوښتنه ونه کړي زما حساب ونه کړي هېڅ امکان نه لري دا ملګري ملتونه دغو پنځو هیوادو جوړ کړي دي دا داسې نه دي چې هیوادونه ملګري ملتونه راولاړ شوي دي هیوادونه یې تعین کړي دي چې موږ اوس د دې سدونه ګیله وکړو چې ولې په امریکا ته څه نه وایي ولې پلانکې ته څه نه وایي ښه امریکا څه چې اوس د ملګري ملتونو پوښتنه وکړي چې پر افغانستان د ننه څخه یو دوه ویشت کاله دغه پنځه ویشت کاله مخکې ته پر افغانستان راوختلې راځي افغانستان باندې جنجال دي شروع کی نو ملګری ملتونو چشته څخه ولار سو پر عراق چې یو کې د ملګری ملتونو چشته څخه پر سوریه کې چې کې ملګری ملتونو چش لري دا اوس چې اسرائیل امریکا ستا په کومک پر فلسطینیانو باندې شپږ زره کې شهیدان ورته ده څو اویا زره کې زخمیان ورته ده دا چې اوس باندې کې ملګری ملتونو په دې کې څه کوي یا لنی خبرکه یا لنی خبرکه خوښنه یې سوم خو آباد یې سوم دا خو نتی جنه ورکړي دا شان نو هغه جوړښتونو ته په کتو رازه 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 د دنیا ته چې وګوري هم دغه سې د ملګرو ملتونو شورا پنځو هیوادونو جوړ کړی ده دغه هیوادونه خپل ونډه په شکل لري خپل حساب لري و یو شی دی ملګرو ملتونو پر موږ هیوادونو پر غریبو باندې هغه باندې قانون پلی کیږي پر غټ خو نه پلی کیږي خو پر کوچنی پلی کیږي ولې غټ پلاس کړي هغه کم چزړو غوړي هغه کم باندې پلی کی نو دغه هیوادونه چې دی او دغه ملګری ملتونه پر موږ غشتلی بندیزم را باندې لګوای سي په تور لیس کې مو مچولای سي په سیمو مو نشي راځي لګولای چې دا کم کومنده چې لو غوړي را باندې چلولای سي موږ غریب خلک موږ د عیال نيستي او دلته په داخل کې اختلافات په سر نیولي نو څنګه چې بیا ښکاله کې په جګړه اخته يم 15 بیا ښکاله بعد منو ته فکر کړی روح سړی په دغه کې
سره کم پاتې نو تاسو خبره نه داس نتیجه اخیستل کی چې اسلامي امارات پر حق دی چې د ځنګړي اسد له ټاکل کې دوسر مخالفت زه یو بل زه په بل د بل نکته څخه زول ته ګورم زه په بل نه ځلم هغه دا چې اسلامي امارات از ما خواستي چې گزاره وکړي یعنی باید دست تازه و منی؟ زه هم اغا سی چیز مرد اسلام سر پچکات کنی ودی منی داغ حکومت چه واس روان دی داد حکومت چایری چه مجھ مخت روانی کلی داد حکومت موتر چه مجھ روان کلی دی دا حکومت سنگ ساتو خود در تکار بیساکی دا چپاس بیساکی سپاریان برو غرسه گرد حساب که حکومت هم داغ سیو مثال میوال دا سیو مثال بود تک چشدو نو دا موتر خروخ چه پکار دی او کدا پنیمای کی بیا در ډبری سره مشتی یا می سپاریان چ پکړي یا می بل کړي یا می بل کړي نو به مګټچ خو زموږ سیاسيون زموږ مشران زموږ د وخت رهبران تللی دي په بهر کې د غټ قدرت سره جنگیدل د غټ قدرت سره خوش کراغلی دي د غټ قدرت سره مشکل راغلی دي راغلی دي موږ نه تللی جنگ دلته موږ کوته راغلی شې زمي بغاري وي نه زمي بغاري وي شنه زمي بغاري وي خراب سلوت اله بل اسو دا خدای ظالمان جره پشکی را وخیش یا پتا انگریز خطلی و را پشکی بیا روس را پشکی و خطلی بیا امریکا را 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 پشکی و خطل خدا خسی نکلی موش خو غریب یو واس موش راس یا خپل پا اندازه سنگ و لارسو مخته خپل پا اندازه کز ما امارات خواستی دا چه دا واجی سا لنگواتا جره وریا دا شملا جره وریا دا زموش فتصاد جره ایش دا خدای خیر در کیزا جره وری دی پروان نکی کنیز دا پرون جمع ریتایم مگه پروان نکی زموش لوری زموش دا دیو وطن سره وچلی ژه دغه خلکو سره دغه د ملت په خاطر د خدای په خاطر د ملت په خاطر د وطن په خاطر د نباتاتو په خاطر ځان سره چیرکه ظالمان دي غلط دي وان په سپینه ورځ ته زه دنیا په دې خبره ده چې په دغه اسرائیلو د په دې فلسطین ته کمال دی دا اوس کم حساب دی دا اوس چین په دې نتیجه ورسېدی دا چې په دنیا کې باور لیکو کې چې شو هغه چې د امارات ته تسلیم کې چین اوس په دې فکر زما په زه په دې نظر یم چې دوی په دې نظر ورسېدي چې امریکا ته یو نه پرېږدي بېخي د مشرتوب د دنیا هم شروع کړی دی ملګري ملتونه دې په وژه باندې نیولي دي هغه نو دې وژه باندې اخیستې د دنیا دی دلته په تایوان کې موږ ته چې خلی راوړي په تایوان راخته هلته چې په اوکراین دغه بل سرونه سره تک سره دي ورته سره حملې دي د اوکراین د روسیې هغه په وینو لړلي دي غم دی بغاري دي چیغې دي هلته چې په سوریا کې غم جوړ کړی دی هلته چې وروره په یمن باندې بیا توغندۍ وغورځولي هلته چې غم جوړ کړی دی هلته وسل تنګی دی تور تنګی دی امریکا دا تا اوس څه میله جوړه کړه نو وروره ستا له یوه نه د دوې دي نه دي ستا چې خدای مال سي امارات راکړه سر دغه باور لیک راکړه چې قبول یې کړم نور دي خدای مال سه امریکا یوه دي نه د دوې دي زه فکر کوم چې امریکا په دې په چین په دې نتیجه رسېدلې دي چې امریکا دا ویږي بېخي اوږدي دي ستا په ټوله اخته په فلسطین تخته په بل تخته په بل تخته بس بل د کسان د چار زیت لاله ته دغه ما وړي جنجال جوړ کړی تاسو ورته راګرځم لاند ته ملر د خبرونه دوام تکراغلاست اساغزی صاحب تاسو ورته راګرزو یو مسله چې لارو خان نه ده د اساس ټاکل کېدل دي چې د فبروري په 13 او 19 په دوه کې به غونډه کیږي او پر دې مسلې به خبرې کیږي او دغه غونډه ته د اسلامي امارات اساس هم وربلل سو دی چې په غالب ګمان سره د بهرونی چارو وزارت سرپرست په حالت برخه پکې واخلي څه فکر کوي آیا نړیوال به اسلامی امارات د تا قانې کړی چې دا ساز یو منی او کنه هم آقای او تکم کومدان سلام تقدیم میکنم ما به یی قید استم که تاریخ نشان داد که هیچ کشور خارجی افغانستان نمیسازه و هر کشور خارجی اگر کمک های سیاسی هم میکنه اقتصادی میکنن بر بنیاد منافع سیاسی خود و یا اقتصادی خود بناهم افغان ها باید خودشان با هم متحد شوند و بهترین شخصت های ملی و اکادمیک و دانشمند های خود کنا میتانند که یک دولت ملی متخصص جور کنند اینا اگر ما بهترین متخصص در عرصای بین‌المللی، عرصای اقتصادی، عرصای اجتماعی توظیف کنیم ما میتانیم که نسل جوان آموزش بدیم، تربیت کنیم و با آخرین برنامه تکنولوژی و حلم و دانش معاصر برسانیم شده امروز جنگ اقتصادی است.
همه دنیا روی برنامه اقتصادی سیاست های خود پیش میبرند. یعنی اگر ما بتانیم خود از انزوای اقتصادی در نتیجه ایجاد یک دولت ملی با عزت و متخصص بیرون بکشیم به تدریج و تسلیم خواستهای نامعقول کشورهای مغرض منطقه و جهان نشیم، بنان ضرورت است که افغانستان، یعنی ما در یک شرایط خاص جیوپولیتیک قرار داریم و جو اکونومی قرار داریم و خصوصا حکومت سرپرست طالبا در یک شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی قرار دارد. بسیار ضرورت است که یک استراتژی بسیار معقول ملی جور کنه که همه مردم خود او ببینن چی از طریق یک لوی جرگه باید مشروعیت بگیرن، لوی جرگه واقعا ملی که از دوران میرویس نیکه و مچای درانی و تا علیرضا امان‌الله خان و علیرضا محمد ظاهر شاه این برنامه صورت گرفت، یعنی با سلط های جامعه هم مطابقت داره و بعد از او به تدریج برند سالهای بعد به طرف یک انتخابات شفاف و جهان هم نشان بدن که ما ملت متحد هستیم. یعنی در گذشته یک مسئله بود که در 40 سال خارجی ها افراد خود در افغانستان نصب کردن و اینا وسیله بود برای برنامه های خارجی ها. یعنی ما کوشش کنیم دولت بسازیم که برنامه هایش بر بنیاد منافع ملی افغانستان، یعنی آزادی افغانستان، پیشرفت افغانستان و عدالت در افغانستان باشه. چیزی که در گذشته 40 سال هیچ مهمیت نداشت مردم افغانستان بود. یعنی اینا دنبال مشروعیت مردم هم نبودن و دنبال ازی هم نبودن که مردم، یعنی وقتی مردم یک دولت حمایت کرد و به خصوص نخبگان و دانشمندای یک مملکت، یک حکومت و یک نظام مورد حمایت قرار داد و مورد تاییدش بود، او دولت میره به طرف هم آزادی هم پیشرفت و هم سربلندی. بنان شما ببینید در افریقا را ببینید، تا زمانی را که در اونجا یک نرسن مندیلا نتانست و پیروزی برسد تا که یک تیم بسیار قوی ایجاد کردن که اپرتایت شکست بده. همین قسم شما در این ببینید 190 سال در اونجا مسئله مستعمره بود، راجاهای بسیار فاسد برنامه را پیش می بود، تا زمانی که اون دو مسلمان سک همه یک جای شدن، یک برنامه ملی را پیش بردن، هم از استعمار خود بیرون کشیدن، هم راه را به سوی آزادی و عدالت برای همه باز کردن. یعنی امروز توپ در پای حکومت سرپرست طالبا است که راه یک دولت ملی را در تاریخ افغانستان بعد از 40 سال، بعد از دولت علیرضا محمد ظاهر شاه که واقعا حکومت ملی بود به طرف ریفرم‌های آزادی خوانه و پیشرفت می رفت، ایجاد کنه. یگانه راه همیست که وقت رضایت مردم گرفتن، وقتی ما یک دولت حرفه‌ای ساختیم، جهان بر بنیاد منافع خود با ما تعامل میکنه. اگر باز تانستن مغرضین منطقوی آل خوش شرایط طور آمده سر حکومت سرپرست طالبا که هم شرق و هم غرب تلاش داره که دوباره افغانستان در تقابل و یا جنگ های بین شرق و غرب تبدیل شود. یکی از مهمترین مسئله برای تامین منافع ملی افغانستان ایست که ما در جنگ های منطقوی و در جنگ های بین شرق و غرب افغانستان داخل نکنیم و افغانستان یک سیاست فعال بی‌طرف باید اختیار کنه و در این سیاست فعال بی‌طرف برنامه سیاسی و اقتصادی خود را به طور اکادمیک پیش ببره تا راه آزادی و عدالت و پیشرفت در افغانستان باز شود و دست ما از همسایه‌ها و کشورهای مغرض خارجی هم نجات پیدا کنه. مننه کوم تاسو برتر اگر زو حسن صاحب شما برمیگردیم، تانوس وظایف نمایندگی ویژه‌ای که به اساس قطعنامه شورای امنیت تعیین شده مشخص نیست، ولی میخوایم از شما بپرسم چی فکر میکنین در کدام راستا در صورت اگر این نماینده تعیین میشه فعالیت خواهد کرد؟ نتایج قبلی رو که نماینده های قبلی از بینانسوان و لختر ابراهیمی که ما نتیجه گرفتیم، هر نمایندهی که توسط استخبارات امریکا و انگلیس برای افغانستان نماینده خاص تعیین شود، او برای تخریب افغانستان است، تخریب جامعه ماست، برهم زدن اینمی، یک امنیت نسبی که در افغانستان آمده اینمی را برهم بزن. در غیر صورت یونوما در افغانستان بسیار فعال است، رهبری یونوما را میرخانی بسیار ورزیده، پاک، صادق میکند. هیچ افغانستان با رابطه‌ای که با ملل متحد، گرچه ملل متحد و جامعه جهانی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، اینمی فعالیتی را که جامعه جهانی در داخل افغانستان داره بسیار ملزم درست پیش می‌رود. اولین بار است بعد از بسیار سالها افغانستان
امنیت دیده. بعد از 40-45 سال افغانستان امنیت دیده، مردم برای اگر امنیت عام تام زندگی میکنند. بدبختانه مشکلات اقتصادی که دامنگیر افغانستان است علل و انگیزه های دیگی داره. علل و انگیزه است که افغانستان یک کشوری نه صنعتی است، نه زراعتی است، نه مالداری، باغداری. این چیزا در افغانستان بسیار کم است. مثلا خاک ما 75% کوها و دشت هاست. سر ببخشید. بنابراین طالب ها امارات اسلامی وظیفه و مکلفت اساسیش همیست که شب و روز تلاش کنند بر رفاه اجتماعی افغانستان، افغانستان بتانند از این ورشکستگی اقتصادی که است، از این محتاجی اقتصادی است بکشند. و غربی ها خصوصا پاکستان، ایران یا تلاش دارند نیروهای در داخل افغانستان ایجاد کنند بر جنگ های بعدی افغانستان را آماده بکنند، جنگ های قومی، حزبی، ملی. این کارا را میکنند. امارات اسلامی برعکس تلاش بسیار همجانبه میکنند نیروهای مخربی که در داخل جامعه در حال ظهور کردن است را مهار کرده، و غربی ها خصوصا پاکستان نقشش برای تخریب افغانستان بسیار تضعیف شده. با اون خاطر این نماینده و نماینده تعیین کردن از یا انگیزه های بخش عمده استخباراتی و سیاسی دارن که افغانستان در حالت یک جنگ، یک کشوری باز و ورشکستن انتقال بودن. آیا وظایف افغان ها، روشن فکر ها، کسایی که به درد و وطن خود علاقه دارن، ما در این شرایط تلاش بکنیم که افغانستان از این حالت عبور کنند، افغانستان صلح و افغانستانی که دارای آرامی، کار و مرفه اجتماعی را داشته باشد. توانمندی افغان ها در سطح دنیا بسیار زیاد است. من چند تا مثال براتون میگم. افغان هایی که در دنیای غرب و دنیای شرق وجود دارند، در دبی، مثلا ایران، ترکیه، پاکستان، بسیار سرمایه دار هستند. افغان ها بسیار پول کافی دارند. اگر امارات اسلامی شرایط برای زمین تاجرها آماده بکنه که برای آبادی افغانستان علاقه زیاد موجود است، یا را تشویق کنه که بیا در افغانستان سرمایه گذاری کنه، افغانستان از این حالتی که موجود است بیرون بکشه. یک مثال دیگه براتون میدم. مثلا در حدود 3 میلیون مهاجر به هر شکلی که در دنیا افغان ها وجود داره، اما که 100 دلاری مایی برای فامیل های خود رایی میکنند 300 میلیون دلار است. یعنی 300 میلیون دلار در پول افغانی تبدیل میشه. ارزش پول افغانی اساسش اینمی پول است که مهاجرین، کسایی که از وطن دور هستند، برای فامیل ها و دوستای خود رایی میکنند. بنابراین یک سرمایه بسیار وافر در دست افغان ها در سطح جهان وجود داره. از این باید استفاده بکنند و به خاطر رفاه اجتماعی افغانستان از این سرمایه. بدبختی افغانستان در چی است؟ اکثریت مردم ما فکر میکنند اینمی چوکی دولتی مثل همه گشل هستند در چوکی دولتی مقرر شوند، مامور شوند، شاروال شوند، یک مامور قاضی شوند، یک سارانوال شوند. علت و انگیزه از این قبلا خوب کلش به فساد و رشوت به چوکی ها میرفت. گرچه آلی هم فساد و رشوت وجود داره، بسیار کم شده. با اون خاطر متشبسین خصوصی، تاجرها، پولدارها وقتی که شرکت ایجاد میکنند، فابریکه ایجاد میکنند، تولید در دنیای مدرن کار اساسی را تاجرها ایجاد میکنه، نه دولت. دولت هر قدر کوچک باشه، هر قدر خرد باشه، خدمات ارائه بکنه بر مردم کفایت میکنه. اگر دولت هر قدر چاق باشه، پرسنل زیاد استخدام بکنه، او کشور را به فقر دچار میسازه. یعنی بهترین شکل پیشرفت تجارت است، بزنس است، فابریکه ایجاد کردن است، کار ایجاد کردن است. دو طبقه در یک طبقه سرمایه دار است، یک طبقه فقیر است. یک دولت، یک سیستم اگر بتانه که کشور خود را پیش ببره، طبقه وسط این چاق بسازه. هر قدر طبقه وسط که چاق شوه، تعداد متشبسین خصوصی، ایجادگرهای کار، متشبسینی که فابریکه های کوچک ایجاد میکنند، مالداری های کوچک، زراعت ایجاد میکنند، یک قدر زیاد شما استخدام زیاد میشه، رفاه اجتماعی مردم افغانستان زیاد میشه. ممنون. بنابراین اساس کار طالب ها روی مسائل اقتصادی بکنند.
تشکر میکنم، به شما برمیگردم. لنده دملر خبرمان دوام تکرار است. و تا کی سپ که چیر اسلامی مرد ملگرم لاتونو نوای استازی نمانی نو چه فکر کوی دیدی استازی کار با افغانستان او در نړۍ لپاره ارزښتمن وي او کنه؟ یو می نظر دی، یو می خواست دی. خواست می امارت دا دی چې د ملګرو ملتونو د دغو نورو هیوادونو سره ځان ډیر بند رانول، کوشش وکړو چې یو رقم ځانو سره تیر کړو تر څو پورې چې د سره راټول شو، تر څو پورې چې هغه ستونزې چې نورې ستونزې دي په داخل کې دي که بیرون دي او اقتصادي ستونزې دي او د کار ستونزې دي، هغه ستونزې حل کړو. دا مې ورته پیشنهاد دی. د بل له طرفه څخه به زه یو خبره درته وکړم، ملګري ملتونو داسې یو شی جوړ کړي چې دا شی خپله یې جنجال ته واچوه، یو بلې خوا ته پاتې. امارات که دوی منی که نمانی، د افغانستان واکه په لاس کې دی، د افغانستان پر ټوله جغرافیه باندې قایم دی، حکومت یې چلیږي، کومنده یې چلیږي، واکداري یې چلیږي، هیڅوک نشي ویلی چې په دغه ځای کې زه د امارات فضل یم یا بغاوت کوم. دا ستا په کښې کې نو طرف دی د چا دپاره چټاکې لکه هغه د دغه طرف دپاره پرځي، مثال تې د امارات وبوله نو چې هغه دغونې قدرت لري، دغونې واک لري، د هغه د جنجال د حل کولو دپاره ټاکې ملګرو ملتونو که ستاسې ادب جنجالونه نه وي په کښې کې، یو مشوره خو وکړي نو، یو پوښتنه خو وکړه نو، خو ته خو د یو چا سره بې جوړې د امارات نه باید پوښتنه وکړي. بله، د یو چا سره خو بې جوړې د امارات، دا حکومت، د افغان حکومت، د امارات په هر نامه چې ملګرو ملتونو تاسې ورته وایاست، طالبان حکومت یا ولایت شوی، دا خو به د یو چا سره جوړی چې جوړی یو طرف دی که نه، د پوښتنې که واقعاً ته خلاصه یې نو خو د پوښتنې به دې ځین کړی وای چې دغه سړی دی، په دغه شرایطو دی، په دغه حساب دی، تاسې څه پشکې وایاست؟ یو پیشنهاد لري، یو غوښتنه لري، یو بل شی لري که نه لري؟ دا یو. او بل چې ته د چا سره جوړی، د هر چا سره چې جوړی، دا چا سره چې کوي هغه خو هغه دی هلته د سره ناست و، هلته خبرې کوي، که بین الافغاني خبرې وي هم هلته د سره ناست و، خلک به بهر کې دي، لاسرسی دي ورته شته. او که وایه چې بین الافغاني خبرې نه دي، د امریکا او د دوی خبرې دي یا د نړیوالو د بل چا خبرې دي، تو خپله خو ته خپله طرف یې. اوس دلته مشکل په دې ځای کې دی چې ملګري ملتونه طرف کې غوښتنې غواړي، دلته بعضې غوښتنې دي چې وایي دا غوښتنې باید ومنل شي، دا غوښتنه هغه شرایط اصول دي، دا باید د ملګرو ملتونو دا یې منشور دی، دا کنوینسون دی، دا پلانکی دی، خدای نومان یې ورکړي دي، وایي دا باید ومنل شي. د یوه طرفه خپل غوښتنې لري، د بله طرفه سړی هم خپله ته یې نه یې. خو اسلامي امارت وایي هغه کنوینسیونونه او هغه مادې د ملګرو ملتونو د منشور چې د اسلام سره په خلاف کې نه وي موږ منلي دي. خدای دې خیر در کړي، دا د حکومت حق دی که زه حکومت سم زم وایم دغسې، که ته حکومت یې تم دغسې وایه، نیر حکومتونه موږ دغسې ولیدل. دا خو حکومتونه دي، د حکومتونو خپل خبرې کوي، حکومتونه خو خپل موقف وایي، دا خو د حکومتو اصل دی. نو امارت وایي چې ما دا ټول شیان سره منلي دي، کیسه کړي خو هغه ورته وایي د نجونو مکاتبې لکه دی، وایي دا زما داخلي ده دستي ورته وایي، صحیح ده که نه، په منشور کښې خو هلته بندېدل نشته، په منشور کښې بندېدل نشته نو، او دا ورته وایي دا زما داخل ده، دا یې بېرته بند. هغه ورته وایي د ښځو ته د کار اجازه ورکړه، په ملګرو ملتونو په منشور کښې خو دا شی ایله دی چې ښځې باید کار وکړي، که نر کوي که ښځه کوي، څوک چا ته نه وایي چې چیرې ولاړ یې، او دلته به ورته وایه. اوس دا ورته وایي امارات ورته وایي دا زما داخلي ده، دا یې بېرته سره بند. خو دغسې بعضې شیان دي چې هغه شیان د باس دي، هغه شیانو باندې باید باس وسي، پر هغو باندې باید یو توافق ته سره ورسېږي، تر څو پورې چې دغه عام خلک خلاص شي د دې کیسې څخه، عامې خوندې خلاصې شي د دغه حسابو څخه، په شکل د اشکال راووځي د دا جنجاله څخه یې راوباسو ګرد سره کې، هېڅ پر دې برابر باندې که ګټه یې که تاوان یې وینو کو، دا یو طرف ته کړو. بله خبره په دې ځای کې د ملګرو ملتونه خپله دا شی جنجال ته بیایي، جنجال کې په دې بیایي چې دوی د طرفه سره خبره نه کوي، د بل طرف یې معلوم نه دی، خپل مقابل دی، خپل د طرفه سی هم ټاکلی دی سړی، اوس یې تا ته وایي وایي دا د ملګرو ملتونو نماینده دی، نوم یې د ملګرو ملتونو دی، مرګن استازیتوب دی، یو ډلې کوي استازیتوب شی د استخباراتو هم پکښې وکړي. ما تا ته مخکې وویل چې اوغلو ترکیې خلک مسلمانان دي، حکومت یې مسلمان دی، موږ هېڅ مخالفت نه لرو، اوغلو به سم سړی جوړ سړی به وي، مګر خدای دې وکړي چې دا شی عملي کړي. مګر زه چې دا د ملګرو ملتونو کاژه واژه چوکاټ ته ګورم، دا د دوی دغو حرکتو ته ګورم، فلسطین هم وینم، نور هېوادونه هم وینم،
اوکراین مینم، تایوان مینم، داشان چی مینم، دکه نکو چی ملگری ملتونه دی اغا خفل، اغا خفل واکی منزگری توب، او واکی غشتنی دوی عملی که ولی پدید با چاتر تاثیر لانی چی اغا اوتوای دست زا دست زی که و دست زا دست زی مانانا کم ایس اغزای سیب، غوالم امداغ پختونه تاسونه هم مطرکم، اغا دا چی که چیر اسلامی مرد ملگرو ملتون داغ نوی استازی ونمنی او بیا هم ورسره مخالفت وخی لکه چې اوسې ښودلی دی څه فکر کوئ د دې استازی ټاکل کېدل به ګټور وي او که نه؟ خو ما به یقیده سم که افغانستان د طول تاریخ در جنگ در دیپلماسی و سیاست یعنی ما باید بیاموزیم از تاریخ چرا نتانستیم به دیپلماسی قوی به حکومت نیرومند ملی ایجاد کنیم که هیچ وقتی شکننده نباشد دچار بحران جنگ و خشونت و وحشت یا تجاوز کشورهای منطقه و جهان صورت نگیره. بنابراین من به یک عقیده هستم که ما یک رابطه عادلانه با جهان هم باید داشته باشیم بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر با منافع ملی افغانستان مطابقت دارد، کنوانسیون ها همچنان. اگر ما به طور عرفایی از اعلامیه حقوق بشر بحث کنیم که جهان این کشورهای مقرز منطقه و یا جهان نمیتونه زمینه مداخله را بر افغانستان مساعد بسازه. شما ببینید ما سیاست خارجی ما باید بر بنیاد منافع ملی ما باشه. ما اول کشورها را زیر بررسی بگیریم. کدام کشورها اولا بالای مردم خود رحم میکنه؟ برخوردشان عادلانه است و یا نه؟ اینا همسایه ها را شما ببینید، هم همسایه های ما را، هم ایران هم پاکستان. و زمانی که طالبان آمد حکومت نوبنیان برنامه هایشان این برنامه های فاجعه آمیز مهاجرین که اینا ارسال کردن به افغانستان این مغایرت کامل دارد با اصول اسلامی، حقوق بشر و قوانین بین المللی و اصل امجاوری همچنان. بنابراین برخورد از اینا را با شهروندای خودشان را ببینید. ببینید که چقدر بندی های سیاسی در مابین پاکستان در طول تاریخش وجود دارد، چقدر رهبرهای خود اعدام کردن. همین قسم در ایران شما ببینید که 1000 فعالین معدنی که با آدم خشونت مبارزه میکنن یاره به قتل میرسانن یا اعدام میکنن. این حال ما از او چی توقع داشته باشیم که اینا من بر افغانستان بایست نیت فکر میکنن؟ ما با کشورهای رابطه بگیریم که اونا در قدم نخست و بالاترین تکنولوژی دنیا رسیدن و که شهروندهای خودم با عدالت برخورد میکنن، یعنی تعصبات قومی و نژادی و مذهبی وجود نداره. بنابراین ما شما ببینین ژاپن را ببینین، کره جنوبی را ببینین، سنگاپور را ببینین، کشورهای اسلامی که یک رابطه خوب با جهان تکنولوژی داره، با جهانی که اونجا آزادی و عدالت از داره، تانسته راه آزادی و تمدن و پیشرفت باز کنه. بحث دومی است که ما بسیار مهم است که راه آموزش و راه به حساب جابجا ساختن درست کادرها را باز، یعنی هیچ استعداد مانع رشته، هیچ قانون مانع رشته استعداد و ثروت در جامعه ما نشه. اگر ما کادرها را در جای درست دست کردیم، یعنی اقتصاددان در بخش اقتصادی، سیاستمدار در بخش سیاست و در بخش بین المللی، ما میتونیم افغانستان از بحرانهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی بسازیم. مننکم ایس اقضای سیب. جناب حسن سیب، میخواییم صحبت های آخر شما رو داشته باشم. فکر میکنین در صورتی که امارت اسلامی به مخالفت خود ادامه بده تا این نماینده مفید خواهد بود؟ با تصورم برداشتم اقای امارت اسلامی را شناختی که دارم فکر نکنم نماینده خاصی که ملل متحد برای امارات تعیین بکنه را قبول بکنه، نمیکنه. این را خیلی زیاد دوام میده. ببینید برای افغانستان پاکستان نماینده خاص داره، ایران نماینده خاص داره، آمریکا نماینده خاص داره، روس، چین، هر چی کشور از نماینده خاص برای افغانستان داره. چی گپ است؟ یک قدر نماینده خاص در مورد افغانستان یا چی میگن؟ و یکشم به رسمیت نمیشناسن. مثلا دوست ما از چین یاد کرد، ببینید چینایی ها سفیر را قبول کردن گرفتن ولی به رسمیت نمیشناسن. یک تعامل اقتصادی دارن، به خاطر اینکه تعامل اقتصادی خود قراردادهای اقتصادی خود در افغانستان انجام بدن، سفیر را اونجا خواستن هم تعهدنامه چی ورقش از پیش گرفتن. اگر او واقعا بر افغانستان میخوای رابطه ایجاد بکنی، اعلان بکو افغانستان را به صفت یک کشور اسلامی همسایه ما به رسمیت میشناسیم. هیچ کس جرئت نمیکنه افغانستان به رسمیت بشناسه. بنابراین امارات اسلامی هم با ما تفکری که در وجود از یا وجود داشت، با ما اندیشه که در وجود از یا وجود است،
تا هنوز من ندیدیم که در تای بعد از 2014 در مذاکرات خود وقتی که به قدرت رسیده یک میلیمتر هم عظمت تفکر و اندیش های خود عقب نشینی نکرده و هیچ کس هم تصور نداشته باشه که امارات اسلامی عقب نشینی میکنه. آنان کشورهای غربی خصوصا پاکستان، ایران یا تدابیر دارن اگر شوه امارات اسلامی را ببینید. پاکستان آخرین فشارهای خود داد. پاکستان یک کشوری است که سر سیاستمدارای خود، سر ملت خود رحم نمیکنه. مثلا خانه 10 سال قیدشه، وزیر خارجهش 10 سال قیدشه، یک محاکمه فیصله کرده. او جوان بسیار ورزیده پشتونه ببینین در زیادترین زندانی که در قبایل وجود داره آورده و یک آدم روشنفکر تحصیل کرده، حقوق انسانی، حقوق مدنی را میخواستن. پاکستانی ها وقتی که سر سیاست مدارهای خود، آدم های بزرگ خود در ره نمی کنه، سر ما و شما هیچ رحم نمی کنه. توطئه و دسیسه از یا بخاطر برهم زدن رفاه اجتماعی افغانستان با همه آلت امارات، با همه نواقصی که داره، باز هم امنیت در افغانستان برقرار است. مردم از کشتاری که دوران جمهوریت روزانه 200-300 جوان افغان میمرد، مادرها، پدرها در فغانشان داسمان برآمد، اما گپ امروز نیست. امی هم برای افغانستان یک غنیمت است. همگی افغانستان امروز در تلاش و تکافو هستند که خانه خود آباد کنند، مزرعه خود آباد کنند، باغ خود آباد کنند. اینه بی آرام آرام افغانستان پیشرفت میکنند و امارات اسلامی کارهای بسیار جدی را در سطح شهرها و اطراف بسیار جدی را در آن اجراست، به خاطر از امی که افغانستان رنگ تشکر و روح بهتر نسبت به دیگر داشته باشه. تشکر میکنم جناب حسن صاحب. خغل اسحاق زاده سپم درنګ خغل هوته کی سب چی خبرونه کوم را سره برخه واخصله لم د سر از مقدن نن ورځ څارخ پرونه دلته پایتر سیکټر بم پلوه بخون کی خدای سپرم دی لا پمن.